اختلافتون از کی شروع شد؟ اختلاف نظر، فکر. اولین دعواتون کی بود؟ از همون لحظه دیدار تا به امروز. منظورم به طور مشخصه. درست یک روز بعد از عروسی. صبح خیر. صبح خیر. چی کار داری میکنی؟ سایه اینو بذار تو آشپزخونه. مگه خودت پا نداری؟ منظورت اینه که چلاقم؟ نه خیر، منظورم اینه که بلند شو و لیوانتو بذار تو آشپزخونه. سایه لوس نشو، با منم یکی به دو نکن. تا پنج میشمارم بگیرش. بعدش چی میشه؟ چکننده هست، میدونی که؟ آره خب. یک، دو، سه، چهار، چهار و نیم، چهار و هفتاد و پنج، چهار و هشتاد و پنج. حوصله‌ام سر رفت. پنج. این یکم خیلی شکننده است. یک، دو، سه، چهار. این یکی چی؟ به اون دست نزن، کادوی لاله است. یک، دو، سه، بای بای. اینم هدیه عمت. اینم مال شوهرم من. پس به اصطلاح میخواست گربه رو دم حجله بکشه. یه همچین چیزی رو کم کنی و از این حرفا. کم کرد؟ به قول خودش عمرن. دعوای مهم بعدیتون کی بود؟ همون روز چند دقیقه بعد از آتش بس. بله؟ بله. اون روز من وسط حال میونه صدها تکیه چینی داشتم ایمیلامو چک میکردم، یهو صدایی شنیدم. Hello. خود نمره بیستی، خود نمره بیستی، تو مثل هیچ کسی. یه دو کفشم بردار. شما هم بردار، این هم مال شما. خیلی خوب، بودوی بریم. بودوی سریع. بای بای. باور کردنی نیست. ولی حقیقت داره. اون روز آقا یوسف فهمید این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست و گربه دم حجله زنده زنده است. شما چی فهمیدین؟ من فهمیدم که شاهزاده سوار بر اسب سفید طرف تاریکی هم داره. خب بعدش شد. با هم قهر بودیم تو شب بعدش. خب زوج پسر خوشبخت، خسته نباشین. خیلی عالی بود، خیلی عالی. امیدوارم هر چه زودتر این پرده های دروغین خوشبختی بره کنار و طعم واقعی زندگی رو بچشیم. منم امیدوارم زبون تو رو مار بزنه، شایدم عقرب بزنه. کس قرار داره میزنه؟ یوسف جان با این دوست خوبی که داری چه احتیاج به دشمن؟
Exactly. Same as you. نه میبینم تو مدرسه عقب افتاده یه چیزایی یاد گرفتی. بهترین جواب واسه خانوما سکوته. بابا صد دفعه گفتم پسر ابزارتو نده دست خانوما. احمد من تو رو خیلی خوب میشناسم. همه چیم در مورد تو میدونم. مثلا چی؟ مثلا میدونی که شما آدم متوسطی هستی. مجبوری اینقدر شوخی کنی که کار به تو این بکشه؟ تو چی از احمد میدونی که به من نگفتی؟ تو هم مجبوری با این عقب افتاده معاشرت کنی؟ هیچی ازش نمیدونم. اینو گفتم که خل اصلاحش کنم. خودش خیلی عوض. دوستای سبکتر تو که بهترم. احمد که دوست من نیست. منظورم دوستای جلف تو هم. چی کار داری میکنی؟ مثل همه زنهای دنیا بعد از رفتن مهمونا ظرفا رو جمع میکنم. تو چی کار میکنی؟ من هم مثل همه مردای دنیا بعد رفتن مهمونا دارم دندونامو مسواک میزنم. اعتراضی هست؟ صاحب اون دوستت لاله بگو اگه میخواد شوهرگیر بیاره کمتر آرایش کنه. تو هم به احمد بگو که لباس سر تا پا چرم مناسب 20 ساله هاست نه 60 ساله. در ضمن یکم میگم کتاب بخونه. کلاگیس میذاره سرش نه؟ کی؟ احمد؟ نه گمون نکنم. نه خیر منظورم لاله است. چند بار شوهر کرده؟ 3 بار. منظور من جای تو بودم باش قطع رابطه میکنم واسه دفت داری. یوسف جان تو دیگه اینو نگو که نزدیکترین دوستت احمده. چند تا زن طلاق داده؟ سایی جون بعد نهل اساسا شما زن ها سطحی و ظاهربین هست. اساسا شما مرد ها هم بچه ای همه تو فضولی کنجکاوی برادی با حرف زدن خودمونو پیدا میکنی. ما از قنداق خودمونو پیدا میکنی. شما اول جوراباتونو پیدا بکنی. نه مثل اینکه دوباره بابه نظام تو فارغون وقتی نزدیکترین دوستت احمده نتیجهش این حرف هست دیگه. بهتره دوستای تو هنگی به شوهر دوستشون نخ میدن. خبر از دوستای خودت نداری که چیکار میکنن. منظور چیه؟ منظورم همین بود که شنیدی. غیر ممکنه. چطور در مورد دوستای من ممکنه؟ برای که دوستای تو جلفن. دوستای تو هم پسر پیغمبرم. سایه بس کنه با من کلکل نکنه. فکر میکنی یادم رفته همون لاله خانم قبل ازدواج با من چیکار کرد؟ یادم رفته. برای تو یادت اون شب احمد نشسته من مسخره کردم. فکر نکن یادم رفته. همه رو یادم. به من زنگ زدی اون شب یادت نیست؟ بابا من میشم میگم شب با دوستاتون. همین لاله. همش سر این لاله. فکر کنم من یادم میره. من یادم نمیاد. این لاله دیگه حق نداره پاشو بذاره تو. احمدم حق نداره پاشو بذاره. خلاصه سر کلافو کشید اینو رشته دراز شد. بله. ببینم حالا واقعا دوستای شوهرت نه آقای دکتر ولی خب وسط دعوا که حلوا خیرات نمی کنن. یکی اون گفتی که من گفتم دیگه بعد از اونم دیگه نه اون دوستاشو خونه آورد نه من. بدتر از اون که یوسف تبدیل به یک مرد حسود واقعی شد و این توهم براش پیش اومد که همه به من نظر دارن. یه بار که افتضاح شد یه روز یه نمایشگاه مهمی از پروژه های شرکت ترتیب داده بودی آقا یوسف هم افتخار داد و اومد.